بسم الله الرحمن الرحیم. میاییم برای پروگرام مایکروسافت اکسل. شما خواندید چند تا تواره که خلاصه منیم برای شما منوی فایل مکمل به شمول پرینت و به غیر از آپشن البته خواندید، درسته نه؟ و منوی هوم هم که اومد کلیپ بورد خواندید، بعدش فونت خواندید، بعدش الایمنت، نه فونت فقط سو دهنم پیست غیر فعال اصلا پیست به خاطر غیر فعاله که حتما کپی گودم جای نگرفته باشی تا حالا، از او خاطر پیست غیر فعاله. یعنی پیست زمانی فعال میشه که شما یک کپی بگیرید، بعد اینا پیست فعال میشه. دیدی این قدر پیست آره، کپی که نگرفته باشی و اکسل هم زمانی کپی گرفته میشه از مهم چی گنی تر علامت در خود خوب بگیره سایی که این نشانی شد منه تر اصل و اسکیب که من فشار بدم از این حالت کنسل جانا آره پیست مگه بیست و غیر فعال است. اکسل گفتیم رقمی مثلا فایل نیست که شما یک فایل پیست بکنی هرچی بعد از او عملیه را انجام بدی بازم برای شما کار نه. اما اکسل یک عملیه که از اون آخر که خارج شوی از حالت کپی که خارج شوی دیگه خلاصه، یا یک عملیه دیگه که انجام میدی خلاص است. مثلا اینم کار عملیمون برای شما اینم از مایکروسافت یک کپی میگیره، میگیم کپی، میایم مای کامپیوتر کلیک مونم، میایم دینج کلیک مونم، میایم دینج کلیک مونم، میایم دینج کلیک مونم، میگم نه دایی پوشا نمیخوایم انتقال بدیم، پس مونم درایو ای، پس مونم دینج، پس مونم دینج، بازم اینجی پشیمان میشم میگم نه این آدرس نمیخوایم، پس مونم دینج، بازم دینج، سعی کنم دینج که راست کلیک مونم بازم پیست کار میکنه. بعد از عملیه پیست ما 10 کار دیگر انجام میدم، 10 جای دیگه کلیک مونم، 20 جای دیگه کلیک مونم، ولی پیست بازم برای من کار میده نم دیگه. اما در محیط اکسل اگر من دینج کنترل سی میگیرم، مثلا ممکنه دو سه تا شیت دیگه کلیک کنم یا دو سه کار دیگه انجام بدم، ممکنه این کنسل جواب بس. باز به اون خاطر کنسل بشه حتما پیستم باز قطع میشه دیگه، قطع میشه یا نمیشه قطع میشه. مثلا من اینجا اندک بخوایم که نوشته کنم، اول سعی کنم مستقیما کنسل شد دیگه، پیست به من کار نمیده داشید دیگه که بریم کلیک کنم پیست غیر فعال میشه. باید که کپی گرفتی در لابلای کپی و پیست دیگه کار را انجام ندید. در اصل در اکسل رقم یک کار هستن، دلیلی کار شما شاید نمی باشه. خب اومدیم تا قسمت فونت گفتیم نه، حتما اینم یاد دارید که دو طریقه اینستال فون ها یا خط ها هم تا حالا یاد گرفتید، تا حالا در پروگرام مایکروسافت ورد شاید یاد داشته باشی که اومن فون ها یکی خو از خود مایکروسافت ویندوز و اکسل و ورد است تا آماده پیش از پیش است. و اگر شما اگر فونت های بیشتر انتخاب بکنی یا فونت های بیشتر استفاده بکنی نیاز به اینستال داره، نیاز به فایل سازی داره که دو طریقه فایل سازی است، شاید نیاز نباشه برای شما کار بکنه. آره، یادآوری چی هست که مثلا یک پوشه ای رو برای شما معرفی کردیم 384 فارسی فونت در دوره ورد ریاد دارید نه فونت اینستال بنی. و یک طریقه دیگه ایش گفتیم که مستقیم مجبور هستی فونت پیدا کنی، مثلا مثل فونت های بلوتوت، مثل ای نازنین، بی نازنین، حالا اونا رو راست کلیک کنی میگی کپی، زمانی کپی گرفتی ماری گوشا کنترل پنل، بعد از کنترل پنل این جی میل لارج آیکن میگیری، پوشه چی رو برای خود پیدا مونی فونت، زمانی که فونت پیدا کردی در امی محیط راست کلیک مونی پیست مونی اینجی. آره در جمعی از یا اضافه شود، زمانی که اضافه شد خود به خود در پروگرام مایکروسافت اکسل یا ورد یا اکسس یا پاورپوینت اضافه میشه. فهمیدید مطلب یا که عملاً برم همه انجام بدم؟ نیاز نیست، چون نورا همه شاید زیاد تکرار کرده باشیم برای شما. کسایی که بودید، کسایی هم که از سابق بودید هم مطمئنم کار کردید، مثلا مانند سید موسی امسالای گاهی بودید کار شده نه یاد تو میه نه همین تا که یاد آور شاید باز حتما یاد چون میه. باز فونت ها خیلی نقش رو زیاد داره در پروگرام اکسل و قد زیاد مهم نیست، اما در ورد در پاورپوینت مثلا زیاد مهم است، برای مثلا برای دیزاین که شما یک چیز دیزاین منی فونت ضروری است، مثلا ایران نستعلیق ضروری است، مثلا یا فونت های امارتی یا مثلا فونت های نازنین، خونه منوگراف های چپتر هایی که شما نوشته منی، باز استاد شاید برای شما معرفی هم بکنه که تازه این فونت برای خود انتخاب یا بگیر. خب اینایش همه رو مفهمیم، شما می این بالای دایلگ باکس زمین در دایلگ باکس میزیم قسمت فون داره. ها اینج بسیار ساده است، مانند پروگرام ورد جنجالی نیست. بالای فون که میاییم انواع و اقسامی از خط ها وجود داره اینج، در این قسمت اینج نوشته استایل هایش هسته و در این قسمت هم سایز هایش هسته. شما نوعیت فون از اینج خوش مونی به طور مثال در این قسمت سمپل یا پریویو یا نمونه را هم برای شما نشان میده، مثلا این نمونه بولد ایتالیک باشه، سایزش هم باشه 18، زمانی که بگی اوکی آل جای کارسر ما بود مثلا در این قسمت به همون ترتیب صحیح نوشته میشه. درست شده نه؟ پس این آسان کارشی. پس در این قسمت کلیک کنم، در اینجا چند چیز برای افکت هست، استروت یه خط میکشه، اینجا رو دقت کن، من این رو تیک مارک مونم، این دیگهش بالاتر میبره و دیگهش هم پایین تر میاره که اینا رو در ورد مثلا زیادتر مو شما سرش کار کرده بدی. فون کالر چی آندرلاین، بخشی آندرلاین زیر خطی هست یا سینگل لاین یا دابل لاین، که دو تا رو شما مفهمید که از اینجا هم شما آندرلاین ایجاد میکنی. در قسمت کالر که میای رنگ ها رو برایش خوش میکنید که شما رنگ ها رو از اینجا برای خود
خوش میتونستی اینی مقدر کارا رو من از تب فون موشو بکار بونی. بس خلاص. مگه می امروز بالای الایمنت، الایمنت از یک است نسبت با ورد که است متفاوت است. ورد خونزی خیلی فرق داره خام. در قسمت الایمنت اگر من یک جدول پیدا کنم، البته از قسمت اوپن نیاز نیست، جدول جور کنم، جدول حاضری، حاضری show student average and counter. اگر در کامپیوتر ما باشه باز باز میشه، اگر نباشه باز نمیشه. هر جدولی باشه فرق نمیکنه. جدول نتایج بخی باز شد. خیرم بسته کنیم. اتندنسی. خب این جدول باز کردیم. میایم در قسمت کجا بیم؟ اینجی. آره؟ اینا زیاد کار داره. مثلا ما میخواییم که طرف این طرف قرار بدیم یا این طرف قرار بدیم یا طرف وسط. مگم چرا برای فعلا زیاد تغییر نمونه؟ به خاطر که ساحش رو ما مرج کردیم. زمانی که مرج بکنی مرج ان سنتر اول سعی کو در یک طرف جابجا کرد. پس میایم در وسط، پس میایم در قسمت اینیا که هستا بالا و پایین هستا. سعی کو اینی رو ما کلان کنم باز خوب صحیح بفهمید. خیلی وقتا شما رو را کلان مونی اما میگی در وسط قرار بگیره، میگیم در بالا قرار بگیره. یعنی رقمیش رو فقط عمودیش رو بالا و پایین مونی مسد باشه. بازی خو آسان است، طرف چپ، طرف راست و طرف دیگه. در اینجا هم زیاد سایکو فهمیده نمیشه. باز شما توسطی از این علامت ها میتونی که در گوشه قرار بدی در مرکز، به خاطری که مرج به جای زیاد مرج کردیم، یعنی کم زیاد زیاد مرج کردیم. اگر مثلا یک جاها یک جای دیگر رو شما باز مرج مونی، مثلا مثل عالی مهر مرج مونم، فکر کنیم این وانا دبل کلیک سایکو از مرج خطا خورده به خاطر اینکه در وسط نمیاره. پس میتونم همینجا مثال بزنم، میایم میگم مرج حال سعی که طرف راست، چی چپ، وسط و طرف راست انتخاب مونی. پس اگر مرج باشه کار میده، اگر مرج نباشه کار نمیده. پس ممکنه در جای خود خوب بسیار کمکی تفاوت پیدا مونه. و در این قسمت که هسته اینجی عمودی و افقی متن هسته، به اضافه از اینکه عمودی و افقی شما میگیریم مانند زمین شنبه یک شنبه که در اینجی ما عمودی گرفتیم. پس می این بالا از این نمونه های زیاد دیگه هم هسته، مثلا به این شکل باشه، مثلا به این شکل باشه. مگه بازی رقم اگه بود مجبور هستی که اندازه کالام ها رو چیکار کنی؟ کلان کنی به خاطر اینکه خوانده شوه. و ایش برعکس به این شکل برای ما میاره و دیگهش به این رقم میاره و دیگهش برعکس از اونجا به جا مونه. پس متن ما شما چی هسته؟ فارسی هسته. باید از طرف راست یکم نمود داشته باشه مانند از این، یعنی از این طرف باز خوانده شوه، مثلا شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه. از این طرف بود خب از این طرف که اصول باشه، پس دیگهش رو شما نمونه دیگهش رو میگیری، مثلا اینی نمونه رو میگیری. آره یک دنش سرچپه بود ما را اینجا بازد به خاطر اینکه اینی رو من انتخاب نکردم. پس این رو میتونم که بگیرم، مثلا گزینه بعدیش رو میگیریم. درست شد نه؟ پس درست شد. اینا آسانه. اما چیزایی که شما میخواهید که به اندازه دلخواه خود تغییر بدی، باز شما اینج پیدا نمیدنی، گزینه آخر رو کلیک میکنی، نشته فرمت سل. یا مثلا مثال بگیم برای شما، خیلی مردم میگه این را عمودی جور کردیم اما زمانی که میخوایم افقی کنیم ده اینجا یافت نمیشه. ببین یافت میشه نمیشه. موری گزینه آخر موری این اینجا نی عقربه گگ میاره صفر میزنی. زمانی که صفر مونی این فکر رو پس دوباره به شکل افقی برای نوشته میشه. آره اینش بس ده اینجا پیدا نمیشه، نه باید اینجا گزینه آخر باری. بازم اگر خواستی 90 درجه این طرف بالا یا حتی به اندازه دلخواه خود میتونی عقربه رو بگردانی چپ. اینه به همون زاویه 45 درجه باز تبدیل نه. چرا این رقم معلوم نمیشه؟ به خاطر کوچیک است خانه هاجی. اگر کلان باشه حتمی باز معلوم میشه. پس دوباره موری مدام این قسمت ممکنه بگیم به همین 90 درجه باشه، بگیم اوکی که خوانده شد تولم سن. خب من این بازم در این قسمت فرمت سل یا اینجا دیگریز یا همون درجه یا فیصدیش رو شما اینجا نشان داده بتنی. در این قسمت که بیایی پیشتر سر فون بودیم، تب فون، این دفعه سر تب الایمنت هستیم. الایمنت نمو جهت هم میگه هر زنتل متن از کجا باشه. چیزایی که در این قسمت خواندیم سعی کن جنرال عمومی لفت چپ سنتر رایت رایت سنتر وسط ببخشی رایت هم طرف راست و فل و منای پر کردن است جستفای تنظیم سازی و سنتر اکروس. بازم این وظیفه‌ای از همین 6 تا آپشن خلاصه دینی اینجا است. 6 تا گزینه دینی اینجا است. اینا تکراری است برای شما. ورتیکال قسمت بالایش است، یعنی ردیف بالا. تاپ قرار بگیره، سنتر قرار بگیره، باتم قرار بگیره، جستفاید یا دسر بیت. جستفاید چی میگه؟
تنظیم کردن را مگه درسته؟ یعنی اگر بخوای متن خود تنظیم بکنی باز از طریق جستیفاید باز این کار را برای شما مثلا اینمی متن ها که من اینجا تایپ کردیم اینمی آره میخوایم که از اینجا مثلا یک نمونه خود تنظیم سازی هست در اینجا اما در این قسمت الائمنت که می کلک کنم یا از قسمتی اینجا ما رفتیم در اصل اینجا رفتیم که اینجا آخر مجبور شدیم الائمنت هم کار کنیم از اینجا وارد شدیم در اصل باید از اینجا وارد میشدیم اینا رو همه رو خلاص میکنیم در اینجا میامدیم منظوری هسته که در اینجا شما جستفایده میزنی بعدش میگی اوکی متنای شما را در اصل تنظیم مونه میسینیم زیاد اما در اینجا زیاد فهمیده نمشه رقمی بورد که پروگراف ها رو برابر برای شما بیاره کمکی بسیار باز فهمیده نمشه خب بذار به خیش در اینجا برسیم که اینا را همه را یک بار مرور کنیم بازم در اینجا برای شما باز تشریح بدیم خوبه؟ ای دو تا آپشن خو یاد گرفتید مثلا میگیم کمکی طرفتر یا ای طرفتر بدلخواه خود از ما اینا رو چیمونه جابجا بنه که این کار شما با اسپیس هم میتنید پشت سر از متن ممکنه کرسر رو بگذاری اینجا دبل کلیک و پشت سر از این بگذاری ممکنه با اسپیس هم شما جابجا بکنی ها بدلخواه خود خود اما نیازی به این کار نیست شما انتخاب کن حتما وسط بگیر تا عنوان وسط بیه ببین برای فعل یک طرفه هست نه چرا که ما ساحه را باید مکمل بر اندازه جدول خوبید مرچ بگیرم زمانی که مرچ گرفتم خود به خود در کجا قرار میگیره در مرکز یا سنتر خب دیگه در این قسمت که میگیم این یک چیزی بسیار مهم است این همو دایرکشنی که ما شما در ورد میخواندی اونمو دایرکشن است در اصل اینجا مگر ماوس مونتر بالاش نگه داری برای شما معلومات داده لفت تو رایت تکست دایرکشن رایت تو لفت تکست دایرکشن مثلا خیلی از جاها هست ما در اینجا نوشتم مثلا میگم که تا فارسی شیفت و آلت هم میگرم نوشتم اونم 30 کیلو ببین کیلو سرچپه هم درست اینه آره پیش رویش میگه پس به خاطر از اینکه درست نوشته شوه یا نوشتم اونی مثلا میگیم چیل سر سعی کنم سر در این طرف هم خیلی از جای شما مجبوری آره شماره یا مثلا باز خیلی جاش سرچپه های رقم فایر کنن خب این مونوگراف بازی در ورد که میگه اهم همی آپشن هستن خیر بازم یادواری مونیم کنترل آر میگیرید حتما از طرف راست شروع مونی به فارسی درسته اینه مثلا نوشته مونی ورد شیفت و آلت میگیری اسپیس میزنی باز نوشته مونی ورد بازم سرچپه میه می نمیه یا ایک سرچپه هم آده اینمی تکست دایرکشن در اینجا هست طرف راست چرا بگیرید این هم طرف راست بسته داکمین شما دیگه تنظیم میشه زیاد دیگه این مسئله پیش نمیاد از یه بعد شما قوس باز کنی عدد نوشته کنی مثلا ممکن اینجا شماره نوشته کنی فرض کن در انگلیسی در فارسی دیگه همش سر راست نوشته میشه برای شما آره باز خیلی ها این کارمونه مثلا ما که دیدیم به خاطر اینکه ناچار میشن اول مثلا سر نوشتم نه چی سر بعد چیل نوشتم نه به خاطر اینکه درست بیه بازو زمان تنظیم نمیشه یک چیزی غیر استاندارد هستم بازم داخلا که بری خراب میشه پس صحیح رو که شما میخواستی به همین قسم نوشته کنی حتما انتخاب کنی زمانی که انتخاب کنی میاد همین قسمت گزینه رایت یا لفت بدل خواهی خود میگیری برای فعلا سعی کن 30 کیلو شد در فارسی 20 کیلو یا 20 سر یا 40 سر خیلی زیادی کار میاد بسیار زیاد مثلا یک جای جدول باشه نوشته باشه که 50 نان نوشته مونه نمیتونی که اول نان نوشته کنی بعدش 50 آره ممکنه رقم باشه نان 50 یا موشه ولی خراب میاد در اصل باز شما از اینجا درست مونی این زیاد خیلی به درد میخوره خیلی هم زیاد کم هم نه حتی اون تو انتخاب نمینی اون رو کلیک کنی اما ساحه انتخاب شده کار نباست ساحه دیگه ساحه دیگه عینی اولی خواهیم مطمئن شکل تنظیم بگیدم نه موشه که بسته ساحه را سلک کنی شما بید گذنه را این را پلای کنجی هر کاری که شما این اینجا میخوانی باید انتخاب باشه اگر انتخاب نباشه هیچ کدام یزیا کار نمیده نه که این بدون یزیا بازی خو آسانه برای شما همین لفترات یزی در انگلیسی یا در فارسی چی چی؟ مثلا نه لفت گسته انیزی طرف از طرف چپ میشه اما راست رایت گسته از طرف راست راست میشه مثل از موری هیچ فرق نمونه هیچ آره در مانیتور هم که من که راست میگم اینی طرف شما بلی فرن راست میگیری دیگه همین طرف نه این طرف دیگه را چپ میگیری اینجوری آره پس این همون گپی که دمو لفت رایت میگیم همون گپ دمو قانون از ما سر میخوره اینجا هیچ فرق نداره خب این شد خلاص دیگه یک گزینه دیگه به نام رپ تکس هست یه هم از همه کده مهمتر هست خیلی وقتا مثلا اینجا یک نام حاضری باشه حالا هر جدولی که باشه ممکنه خیلی یک نام باشه ممکنه مثلا نام از مواری خیلی زیاد باشه طولانی باشه حالا اگه تخلص نوشته کنیم خیلی زیاد میشه نمیشه پس ببین تجاوز مونم ها را بخید از سیل دیگه
در کالم دیگه این مره و شما باید رایش ریاد داشته باشی که ممکنه او جدول شما دیگه به این طرفی کالمایش محدود شده باشه دیگه نباید این طرفی طرفی دامه پیدا کنه یعنی شما آره آفرین ما اگه اینو بخوایم کاران کنم سعی کنم یک نام اینقدر کلان میشه یا مثلا اگر بخوایم بدل خواه کش کنم یعنی قدر جای برای یک نام ما مجبورم اختصاص بدم تازه بقیه نامام خیلی کوتاه باشه شاید نام از من دراز است پس کنترل زد میزنم اینو میم رپ تکس مونم رپ تکس که انتخاب کنم اینو سعی کنم اگر کلان شوه به این ترتیب کلان میشه به طرفی پایین کلان میشه باز شما اینجا هیچ وقت سعی کنید انتر نزنید اینم تر اگر میخواستید همین تر یک متن نوشته کنید اینی نمیشه که شما مثلا شعر نوشته کنید محمد چرا پایین انتر بزنید نوشته کنید در اکسل که شما که مثلا نام نوشته منی سعی کو انتر دیگه زدن نمیتونی مستقیم نام تکمیل نوشته منی مگر می ساحر رپ تکس میگید برای خود فهمید مطلب نه مثلا اینجا خیلی از ما پرسانونه که من در اکسل انتر یک نام طولانی هستم نام نوشته منم اما زمانی که من انتر میزنم در سل بعدی مونه در روی بعدی مره درسته نه پس در اینجا انتر کاربرد نداره شما نام مجبور هستید که چیکار کنی نوشته کنی تا آخر مثلا فرض کن مثل ازی زمانی که نوشته کردی باز او زمان میتونی سر از نام کلیک کنی یا پیش از پیش صحیحی رو که شما میچین حساب دارید او رو میتونی رپ تکس بگیری زمانی که رپ تکس بگیری به طرف پایین چی میشه اضافه میشه برای فعلا هم که نمیشه به خاطر ازی که ما رفیت شید آن پی آن پیج بگیرفتیم حتما از این قسمت پرین این فیت کالوم آن من پیج بگیرم اگر نو اسکل بگیرم خود به خود ساهره چی بنا برای من شاید هم کلان کنم استی ازی درست شده نه یه هم باز زیاد کار بردی زیاد به درد شما مخوره حالا خیلی از جدول های قسم اضافه شد و مشکل ندارن اما اگر شما این قسم اضافه کنید دیگه او مشکل به بار میاره نمیاره؟ میاره این وظیفه رپ تکس هسته یا مثلا مانند فرمول فکر کو اینم اینج ما باید یک فرمول را کار کنم مانند مثلا اف نوشتمونم اف زمانی که اف نوشته کنیم می به طرف ادامه دادم رو تا آخر پس شما خوب تره که در خانه تطبیق میکنی چون اینج فارسی هسته و من فارسی طرف می آفرین اینی خوب شد که نفر تجربه کرده نه مثل مالی است بلش رو میگیره آفرین فارسی نیاز نیست باش که مو درس پیدا کنیم همین بار اما جدول اکسل تایم چارت اینوایس نام فرم اوریج کدام از جواب بود یک از جواب بخش فارسی پیغام داره بلش میگیره آره فارسی او رقم هست او رقم مشکل به بار میاره خواه باش اگه اینجی بود اوریج جدولی که دیروز کار کردیم اما اینجی اینم اینجی بود شیت 4 شیت 2 کدامش بود شیت 3 1 نه این اینجا که شما مالیه را نوشته بینی ایمه سر از یا را میگیرن هم ترسته یا نه پس شما خوبتره که اینجا رپ تکس بیزنی آلی از یابد که نوشته بینی اف مثلا اف قوس باس زمانی که به اندازه یک دانه ستون که نوشته که دیگه خود چید بخدی پایین میه مثلا آره دیگه نیاز نیسته آره مثلا اینه ما اسکیپ میزنه میره یک بار کوچیک منو فکر کن مالیه اینه قد جایی در کارش هستم آن نباید از طرف کوچیک میکنیم از این طرف اینه به این اندازه مالیه اینه قدر عدد که جایش میگیم صحیحه دیگه نیاز نیسته پس نوشته منیم مساوی اف قوس باس زمانی قوس باز میگیری مثلا مجموعه معاشه اینه میخوانه اگر بزرگتر بود امی که بزرگتر هم اضافه شد سه که پایین میاره خود چی دیگه در کالمی بعدی در ستونی بعدی تجاوز نمونه آره این به درد فرمول فارسی زیاد میخوره مثلا خب شده که شما اینم تجربه کنید که در اینجی بیشتر رفیت چه آره نه او کار باز چی هسته پس این میتونی رپ تکس بگیری خیلی هم تازه خوب هسته چون اینی رقم پایین میتونی از روی از بالا مدخل کنی باید پایین نوشته کنی یکان وقتا اشتباهم نمیشه تازه آره میتونی ردیف بالا باری چون تایپ کنی شرط ها و من یک رقم هسته دیگه آمدیم سر از مرج چند قسم مرج داری؟ مرج سنتر، مرج اکروس، مرج سل، ان مرج ان مرج خوب هست دوباره از حالت مرج خلاص میدیم این را بذار یک دونه جدول پیدا کنیم مثلا ما نندازه میدادوه خیلی وقتا هست که ما اینی در ساحه ها را مثلا میخواییم چیکار کنیم؟ مرج کنیم بذار میره یک آل باردر بیدیم مثلا آل باردر خیلی وقتا هست که مثلا اینمی تایم ما نمیخوایم که مثلا هر دو تاش در یک لاین سیت چه یا اینمی تاریخ هم هر دو تاش در یک لاین سیت چونه میگیم اینمی ها را مرج بکن مگم فقط روهایش را غرض ندی ستون ها را فقط از بین بر از وسط هزیا باز شما می در قسمت مرج مرج اکروس را میگیری زمانی که مرج اکروس را بگیری سعی کن اینمی روها از بین رفته نرفته کالا ما را چیکار کرده از بین برده فقط ستون ها را آره خیلی جای هست که شما اینتر ضرورت شما هست آره زیاد هست به او خاطر با شما میتونیم مرچ اکروزه بگیری فقط اینمیش فرق داره دیگهش خلاص مرسل و مرچ سنتر و هر دوتایش یکی هست پس ان مرچ هم پس دوباره میتونید که پس دوباره از حالت مرچ خلاص بگیری آره اینمی قصد گفش ده اینجا بود سر الائمنت که میایی کلیک منی الائمنت اینیا رو پیشتر کار کردیم تکرار کردیم اما این در قسمتی اینجا هم رپ تکس داری رپ تکس اینجا هم بود اینجا هم هست داری هر دو تایش پس یک رقم هست ساری تلفن خود سایلن کنم آره از یاد من افتاد
خب این شیرینگ تو فیت چیکار مونه؟ همون مثل نامای طولانی رو گفتیم در یک دانه سل فیت مونه تا حد امکانه. یعنی مثلا ما این یک نام بذاره لکی نشته کنیم یا سر یک جدول دیگه بریم جدولی که نام داشتیم انجی، یا ما نمیخوایم که ریمی رو مثلا رپ تکس استفاده کنیم، درست نه؟ مگر میگیم امیر فیت بساز که متا خوانده شو مثلا. خلاص این خود رپ تکس خوب بس شلایده بودی علایده. پس میایم در قسمت انجی کلیک مونیم شیرینگ تگ مارک مونیم، میگیم که اوکی. همین که اوکی بگیم سعی کو بیخی از خانه برو نه، خیلی که زوم نکنی دیده نمیدنی سایز متن کوچیک نمونه، اما امور فیت بساز درست یا تا جایی را تا حد را میکنن، البته نامای کم اگر باشن استفاده شاید رپ تکس ضرورت نداره. نه همطور خود فیت مونم اینجا، مگم این نام خیلی زیاد طولانی بود در نامایی که کم کم باشن. آره خوب است که دیدن هم شد، ما یه رپرین کنیم واقعا دیدم شد. پس این وظیفه شیرنگ تو فیت بود. مرسلم این مرسل هر دو تا یکی هست، این مرچ و این مرچ یکی هست. تکست دایرکشن این تکست دایرکشن و این تکست دایرکشن هر دو تا یک هست. آره دایلگ باکس چه فقط ادوانس تر فقط ده اینا که هسته در دیس مورد مایکروسافت. البته ما جالیم شه تصویری باید ما دو این تصویری آفاره چه آره این ای تصویری هسته فکر کن رنگ هسته و سیاسفید هسته تصویری نیه سوتی یا به آقای اورزگانینی. خب مثال دایلگ باکس هایش همش به اون شکل هسته، مگم در آفزی 2003 که بود این اینتر گبی آقای اورزگانی که تصویری نبود همشی همش تصویری نبود. خواه این در مرفتی بالای مینو کلیک میکنی مینو باز میشد، خواه مینو که باز میشد اینمی چیز داره در مینو لیست بود یکا یکا دیگه این تردیده نمیتونستی. آره چقدر مایکروسافت کارمونو ساده کرده آسان کرده. استایل چی هسته که استایل تغییرات میره؟ از چیش کمک شاید جا بجا شده باشه. خب امی مینو رو داوینچی به نظر بکنی خلاص کنیم بریم یک درس دیگه بخوانیم. البته او یک کمی رب با اینمی کاندیشنال فرمتینگ داره، باز روزی بعدی که قسمت کاندیشنال فرمتینگ رو فقط تشریح میدیم برای شما معلومات میدیم، اما امروز کاری عملیش رو از اینجا خلاص میدیم. یعنی مثال عملی یا پروژه عملیش رو برای شما خلاص میدیم. آره وقت زیاد منده خیلی هم زیاد. خواه جدولم بسیار ساده برای شما شاید تکرار باشه. خواه حتما یک جای نمبر نوشته مونیم، نامی جدولی میخواییم که امون کارخانگی که دارا در داخل کارخانگی شما را انتر مونیم امون رو برای شما جور کنیم. خواه اون امون رو فقط جور مونیم خلاص، نمبر و نامو یا فادر نیم هم شاید ثبت کنیم، درست چیده نه؟ در این قسمت نوشته مونیم H1 فقط، یعنی هومورک 1 که جدوله به کوچیک بیاره. خواه و امی 1 H2 هم میگیریم، ولی اینجا به نظر شما ببین که رقمی کار بید یا کش کنیم یا نه در نظر شما کار میدیم؟ برو مثلا فکر کن برای یک کورس ما ده دانه کارخانگی ثبت کنم، ده دانه سطور صحیح شده نه؟ خواستی به اندازه محتویات فیت شوه از اول تا آخر انتخاب کن دبل کلیک فقط نره به اندازه محتویات چی میشه؟ فیت میشه. اما گفتیم این شاید قضیه زیاد جالب نیست. چرا؟ به خاطر H1 جای کم گرفته به ما اندازه فیت شده، H10 که جای زیاد گرفته به ما اندازه فیت شده یا نشده. پس آره ای او رقم است. یک مشکل که ایجاد نبره ما یک این آرچی که عدد زیاد باشه اما رو بزرگتر میدم ستونه. پس میتونم شما باز اگه استفاده کنید میتونم کالم خوره به طور مثال 5 ببینیم به اندازه 5 جور کنم سهش دیانه که خلاصه تر بیه. اینم تا این قسمت فکر کو تعداد شاگرده یا تعداد نفره ها هرچی قصد که بود 1 و 2. در انگلیسی هم راستی خیلی وقتا شما انفورمیشن یا معلومات همون شهرت به نامی چه ثبت مونید؟ انفورمیشن ثبت مونی. آره انفور نوشته مونم و میتونی باز مجبور هستی که خانه های بعدیش رو چیکار کنی؟ مرج کنی مثلا. اینی باز نشانه که در انگلیسی یکم ساده تر کار نید در فارسی برایشون باز سخت تر. اینی رو میتونی باز اونمو کار تکرار بکنی. این هم انتخاب ما این هم انتخاب این هم گفت شما سعی بود ولی بذار که حالی رفتیم او برعکس زی بود بس روها را چی بود. باز اگر این رقم نتونستید یک وقتی برای شما فکر کنید در ساز بود کنترل زد کنترل زد کنترل زد کنترل زد دو خانهش رو که مرج کنی آلی از یک کش کنی باز به قشر خود به خود برای شما فعل نه این نیاز نیه که همه رو صد دنه رو مرج کنی، دویش رو که مرج کردی اما چپ کلیک اما کم دیگر کش کده برو همه ایش رو برای ما شما جا با جا مونه. فکر کنید به اندازه 10 نفر یا 5 نفر ما رو جا مونه. آره دیگه این خوب شد سوال کردید شما ما دایت میان ها کم کم کارا نیاز نیه که همه را آره ما مثل از امو
یک چیز خوب که یاد گرفته شما در قسمت آپشن که بیت برای شما واضح است. دیگه من از پیش خود خواهم که برای شما بگو فایده نمنه. مثلا اینجی که میت اینش تالا یاد گرفتید. Edit Custom List. چیزی که در اینجی Edit شده باشه، نوشته شده باشه، ثبت شده باشه، همه را کار میده برای شما. اما اگر ثبت نشده باشه بفهم کار نمیده. مثلا مثل شنبه یک شنبه کار میده برای من، اما در کمپیوتر شما ممکنه کار ندیه. چرا که من رو ثبت کردم، چون نیاز ما بود. نه اینجا شما میتونی 1 2 3 یا تا 100 یا تا 20 یا تا در حساب کنی برای خود، از اوبت کش کنی راحت است. این تا نوشته میتونی، ولی در غیر از او ببینید اما پیدا نمونه، به خاطر که اینه فیلن سایکو ساندی باز مثلا تکمیل نوشته منی، فتای جانوری مخفف نوشته منی، فیبرو جانوری فیبروی تکمیل نوشته منی، این خود ما خود ما اضافه کردیم. میتونی شما ادست بگیری چیزا رو اضافه کنی، در غیر از او دیگه چیز کش کار نمیده برای شما. آره خو ای از ایشی اینالی گوشا بودیم اینجی در قسمت نمره ها. نمره ها مثلا هر روز یک نفر میگه 20 میگیره 20 میگیره 20 میگیره 20 میگیره تا آخر. اما تر است اینه در قسمت آخر میگیم ایوریج چبه. ایوریج هم حتما خبر داره که چی میشه؟ ای وی ریج حد اوسط چی کشده شده نه؟ که در فارسی چی میگه حد اوسطه؟ فیصدی میگه؟ خب فیصدی. ایره فیصدی چیره مثلا اینجی معلوم کنه. و در این اینجی مثلا نام نوشتم اون فکر کو نام یزمی نعمت نوشتم اونیم فادر نیم شی فکر کو خالی میگذاریم. این هوم ورک یک 20 گرفته، هوم ورک دوره 20 گرفته، هوم ورک دیگه 20 گرفته، در قسمت بعدی که می 0 گرفته، در قسمت بعدی که می 0 گرفته، 2 گرفته و طور مثال 10 گرفته. این میاد در اینج حد اوسط چی شوه؟ کشیده شوه. خب حد اوسط چی؟ البته میتونی مجموع هم ثبت کنی. مجموعه رو بیارم به جاش. خب حالا من میخواستم دیگه رقم خود خود جور کنم، نه دیگه شخصی بود دیگه توتال. حال تفرای مثبت خود کار جرم نه. بازم همینجی یه دیگه چی نوشتم اونیم ایوی ایوریج درست نوشته که خب بذار ستون ازرم تکمیل کنم. اینی ایوریج چیرم حتما نوشتم اونیم مساوی ایوی ریج خواست باز بنی مجموعه ها فرین قص بسته کلید انتر حد اوسط چی 79 نمره توتال چی دور کم شده است؟ شما مشوره غلط میدید دیگه اندفعه دیگه چون از این کمک کنید ما رو دیگه راگون مونید. ده اشاریه چند شد؟ سه شده نه؟ چون 20 که بگیره خویی 200 نمره رو همینجی پورم نه؟ آره این هم شده اینجی. یعنی حالی ما منظور مده کجا هسته؟ منظور ما ای هسته که خانه ایوریج خانه ایوریج یا مثلا خانه زمین نمره ها رو بیا اول برایش مکار کنیم. خانه ها رو انتخاب مونی میگیم همین یک رنگ داشته باشه، هر موقعی که 20 نوشته مونیم خود به خود با رنگ چی پرشنه سبز درسته ایده. پس شما این از قسمت کاندیشنال فرمتینگ تا حالا برای شما کارم کردیم یک نمونه، باز همین چی کار مونیم نوشته گریتر دن. گریتر دن از عددی چی بزرگترین معنا میده، بزرگترین درسته اینه. بزرگترین عدد که نوشته شد نوشته مونی که مثلا از 10 به بالا یا از 20 بال بالا یا شرط میده برایش. عموما معمولا از 10 تا نمره که به بالا شد میگیم رنگ شده سرخ نیار، رنگ شده گرین بیار، صحیح شده نه سبز بیار، صحیح شده نه. و از او به پایین نمیاری بالای کندشنل میای این دفعه لزد نمیگیری. لزد نمو چی میشه؟ کمتر، کمتر از 10 یا کمتر از 10 کی بود کمتر از 10 رنگ شده چی بیار؟ سرخ بیار. اینو میگیری که سرخ بیار. ولی یک بدیش دیگه هست که همه سایه رنگ سرخ گرفته همه جدول ها. آره پس اینو کنسل منو مورد این جه کار دیگه منی در قسمت کاندیشنال فرمتینگ ایکوال تو هم البته میتونی بگیری. ها ایکوال تو به جای از این بیا که آیکن میدی، آیکن هم قشنگ است ها، امزی کاندیشنال است، ادامه کاندیشنال اینجی، یا اصلا بیا آنتن میدیم برایش چطوره؟ اینو میسای است آنتنای فول فهمید که 20 نمره داره، رنگش هم سبز است و آنتنی کم هم میتونی رنگش رو البته باشی رم یک کار دیگه کنیم، میتونی بازم یک قانون دیگه اضافه کنیم که حتما سرخ هم بیه. چطور کالر اینم گرفتیم، اینم نه همهش خلاصه در بر میگیره از قسمت کالر اسکلز میتونیم رنگ برش بگیریم. این رنگ قشنگ نیست این رنگ قشنگ است. اینا یک نفر مثلا نام نفر بعدی نوشته مونیم که حسین مثلا، حسین چند نمره گرفته مثلا فکر کو 20 همی 20 نوشته کنی خود به خود رنگش چی میشه؟ سبز میشه. اگه اینجا مثلا 10 بگیره خدای نخواسته زرد، اگه بگیره مثلا 0 رنگ سرخ، اگه بگیره 10 به طور مثال بازم رنگ تقریبا رنگ خورد تا تکمیل زیاد نگه. آره همه ساها رو باز انتخاب برای شما بازی رقم بونی ایره خود گرفتید مطلبه. آره در قسمت توتال هم میتونی از همه آیکن های اضافی دیگه اضافه کنی استفاده کنی. ببخشی آیکن هایی مثلا بیا کدام آیکن استفاده کنیم؟
تک مارگ استفاده کنیم. چطوره؟ چطوره؟ زرد یعنی یک قدر زیاد خوب نیه منظور. رنگ همون سبز پیروزی، پیروزی رنگ سرخ و بخی چی هسته؟ همون رنگ زهد تقریبا ما با این فکر گوه همون تر اکسو شاید چه منا بدی نه؟ حتما اورده. و در قسمت اوره چه میتونی که هم یک آیکن استفاده کنی؟ آیکن های مثلا گجا استفاده کنیم؟ اوریج بالا خوب نیه؟ اما یک نفر اگر پایین بباره چی میشه؟ در این قسمت ای چرا جمع نشته؟ خب توتل چی کش نشته؟ ببین همهش علامت پایین 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 نعمت هم مقصد پایین الان و کسی که بالاست به فعل حسین است. چرا؟ به خاطر خانه های بعدیش رو انتر نکنی من است. خانه های بعدی رو باز اگه انتر نکنی نمره فرق نداره. اگه خانه های بعدی رو مثلا انتر منی فکر کنی نمره چی میشه؟ پایین میره تغییر میکنه مثلا. این چرا تغییر نکرد؟ باید تغییر میکرد. یک مشکلات ها هست در اینجی؟ انتخاب نه انتخاب شده. آه نوریج اینجی اشتباه نوریج کردی بله. نه ایوریج هم میدنیم مشکل در ایوریج کجای ما اینیم توتال ایوریج کردیم به او خاطر نمیشتم این مساحی بازم ایوریج قوسواز اینیا را مضمون ها امین نمره ها را باید در دوست چی رو بکشی نه توتال هره اینیل سای کن شش نمره شد ولی علامت تقریبا بالا را گرفته سبز گرفته چون نمره گرفته حتما همون اونایی که صفر هسته نمره پایین گرفته شش اشاری چار شست و چار با مساوی با شش اشاری چار سعیه؟ آره کدام مجموع نشته فرمول اشتباه است نه فرمول کار نکردیم نوشته منی مساوی سم یا که بذاره منه از بالا به طرف بالا میتونه کش شده یا نداره زر شده خیره امتنه داره یک بنده منظور خب به طرف بالا کش کردیم جور شد پس خب یک چیز دیگه اضافه که یک مسیج برای نفر میدیم مسیج منظور که با خبر شده که چی گپ هسته در اینجی خواهم نمره ما خوب هسته بعد هسته تعریف ما رو مونه نمونه تعریف چی رقم هسته در اینجی یک نشته مونیم ام دبل اس ما میره مسیج تعریف مون شما چطوره؟ مسیجی که برای نفر داریم به طور مثال یا شما برای یک نفر داشته باشید اینجا هر روز چون هم کلاسای شما هم زنی به شما میبینه نیاز نیست نفر بگه تو نمرت کمه نمرت زیاد شده آفرین خوب یه خود چی برای شما بگه باید صحیح شد یا نه پس اینجا یک شرط برای شما از منی نوشته منی اف اگر یعنی قوس باز خانه اوریج به کار حتما درسته اینه اینمی خانه بزرگتر از ابدا درسته اینه کامه اما تر بودی نه کامه دبل کوتیشن اینمی را اوکی نشته نکو اکسیلنت نشته کو اکسیلنت صحیح شد یا نه باز دبل کوتیشن درسته اینه دبل کوتیشن در غیر از او کامه دبل کوتیشن نوشته منی که پی استاد پلیز اسپیل کو P-L-E-S-E سوری دبل کوتیشن پلیز ترای نوشته منیم تی آر اسپیل کو تی وار وای ترای مور نوشته منیم درسته اینه باز یک دبل کوتیشن اینجا خوب باز دبل کوتیشن چه نه این خود پلس ترای مور یک جمله است پلس ترای مور منظور بیشتر تلاش کن شما در جای ازی میتونید که بیشتر تلاش کنید اگر پلس ترای مور باشه چون از ابدا نمره با بالا کشید اکسلن نوشته شون عالی منظور عالی و ما در غیر از اون برای نفر نشان داده شما که پلس ترای مور مثلا لطفاً بیشتر تلاش کن پس کلید انتر بزنید زمانی که انتر بزنید اینو مجبوری خانه شون حتما بزرگ باید بکنید پس ایره دبل کلیک مونیم کش مونیم همه ای مردم ها پلیس ترای مور پلیس ترای مور هسته آره؟ ولی اگر همه چی اگر بازم مثلا سیزه تا هفته نمره را یک جمله دیگه بگوی آه باز دیگه شد ایخ ما خود دو آفرین گابی سید موسا ایره میتونی مگی که از هفته نمره با بالا کشید مثلا پلیس ترای مور باشه درسته نه در غیر از او باز کامه باز مجبور یک اف دیگه هم نوشته کنی اف قوس باز درسته نه اینمی خانه اگر بزرگتر از چند بگذارم سید موسا؟ 13 کامه دبل کوتیشن چی دیگه؟ حالا گوت مثلا همینطور گوت هستن؟ دبل کوتیشن کامه سعیش دیگه کلید انتر یک قوس دو تا شرط باز کردیم باید دو تا قوس باز بداریم همونطور یه نه خب برو قوس ها را خود چی آقلانه دیگه باید جور کنیم ایره گوت گرفت چرا که ما بینی بالاتر از 13 هستن
بالا 13 گرفتیم، یعنی ان سر از یک کلیک مونیم بالاتر از 13 گرفتیم. آره 17 خانوس پورا نکردیم، بذار 17 را پورا کنیم یک بار، همه از 17 جور مونیم کش مونیم، یم گود 14 شده نس، باز یک خانه اینج 20 میلیم برایش، باز 16 است، باز گوره از 17 بالا که نشه باز فکر کو تغییر نمونه. این درم چند جور کنیم؟ 20 جور کنیم، تغییر کرد اکسلنت شد صحیح دیگه. اما دیگه چی سایکو هر سه تا شرطی که ما کار کردیم سایکو گود بفرمایید اکسلنت پلیز ترای مور پلیز ترای مور پلیز ترای مور. گپ دیگه تا گوجاسته، گپ دیگه که پروژه شما ختم شوه 6 دقیقه 4 دقیقه وقت داره جدالم آسانه به خاطر ازو. د کاندیشنال می موگی که یک کار شوه این دفعه که یک کار شوه که مثلا اما اکسلنت رنگ سبز بگیره اکسلنت، چون امو رنگ سبز هم خیلی چی هسته نه؟ رنگ سبز می حتما از گزینه چی گرفتم؟ ساحر انتخاب کردیم هایلایت سل رول زمی ایم ایکوال تو، ایکوال تو معنی چی رو میدیم؟ مساوی یا برابر با مو عدد باشه، میگیم با عددی اکسلنت اسپل باید امو اسپل امو اسپل باشه، هر چی که شما در اونجی نوشته کردی اکسلنت بود سرخ نه اریرا گرین بیار به شکل چی سبز، یا میتونی فرمت های دیگه هم به دلخواه خود درش کنی، این نشته که رد تکست باشه مثلا لایت فول باشه مثلا ویلو باشه مثلا رد باردر باشه، به طور مثال رد باردر باشه، مگم همون فعلا همیش رو کار کنیم صحیح اکسلنت با رنگ سبز بیا، بعدش میگیم اوکی. بازم ساحه انتخاب است با رنگی امو گوت با رنگ چی بریم نظر شما equal to، اگر با کلمه چی مساوی شد گوت با رنگ زرد میگیریم با شما رنگ گرفت رنگ زرد صحیح نه یعنی اگر با علامه پلیس ترای مور باشه چی باید بیه به نظر شما equal to آفرین نوشته مونیم امو کلمه رو باید یک کار دیگه هم امو کردیم که یک کار دیگه که بسیار سریع کار خود انجام بدیم چی باید باشه کنترل سی ببینیم کار میده واقعا یا نه، یه ما پیشتر خواندیم که کار نباید بده equal to کنترل وی کار داد مگم بقیش با رنگ چی بیا سرخ گرفتید مطلب آره اینو الان یک ستون دیگه هم براش اضافه کنیم خلاص شوه باقی مانده دیگه چیکار کنیم رزلت چی رزلت هم بدیم یا نه برای جی نه این هومورک این هومورک یک پروژه آخر مثلا داره ای ممکنه شما پروژه برای هوم نوشته بونیم هوم ورک دبلیو نوشته کردیم بفهمید که هومورک است این هومورک کار خانگی آخر شی چون هنوز نفر بلا تکلیف پاس نشده اینجی این هومورک با شما اینجی ثبت کنی یا خانه دیگه باز اینجی با چی ثبت کنی به نظر شما توتال آره مجموعه اینجی نوشته بونیم که توتال ایرم نوشته بونیم مساوی خانه این هومورک منفی جمع جمعی ایوریج بیت کنی درسته اینا بعد کلید انتر چند نمره گرفته ای 14 چرا 14 گرفته 14 اینجا 14 اینجا 14 اینجا مانه آفرین این هومورک اگه 14 برای جی بدی حتما چند میشه 28 پس بالاترین نمره ما ده اینجا 40 باید باشه 20 دیگه ما اگه از هومورک برای جی بدیم میشه 34 چند 34 ایران بیا کی برایش واسه کنیم قانون یک چیز دیگه ریزالت هم برایش بدیم الا نه آ بدیم دیگه نتیجه هم که آخر سر باید معلوم شه ریزالت ده اینجا نوشته مونیم مساوی بازم یک شرط دیگه باز نوشته مونیم مساوی اف قوس باز چی رقم باید بدیم علی برایشیم کامپیوتر مضمون عملی هسته از 3 نمره به بالا کامیاب است 3 نمره به پایین ناکام است چطوره دیگه مضمون رو خود نیست مونه تقریبا نه مساوی اینمی خانه اف مساوی اف قوس باز اینمی خانه اگر بزرگتر از 3 نمره بود باید کامه دبل کوتیشن چی نوشته کنم پاس بود غیر از اون کامه دبل کوتیشن F A I L فل بیار صحیحش نه خودش سی شامل نمیشه باز اگه خود سی رو میخواد شامل کنی بزرگتر یا مساوی باز تایپ کنی بزرگتر یا مساوی مثلا خب برو مساوی تایپ کنی بزرگتر یا مساوی در غیر از اون کامه صفر برایش بیار درست نه فل یا صفر یا بذارم فل باشه اصلا فل خوب است نه قوس بسته کلید انتر کجا غلطی کردیم نه یک کامه اینجا مونده انتر پاس اول دبل کلیک کنیم ببینه همه مردم یکش پاس هست بقیه همه مردم فیل هسته چرا کارخانگی اگر کارخانگی خود رو بیاره بفهمید که پاس نمیشه در کارخانگی در این هومورک ایرم که مثلا 20 بیدیم چرا بازم پاس نشد تو اینجی توتال چی؟ توتال کش نشده اه پاس شد باز پاس شده میتونید که اونمو فرمت هایی که من سر ازیمی ها درج کردم شما اونمو فرمت ها را اینمی رقم فرمت ها سر ازیم درج منید کسای پاس هست با رنگ سرخ چی سبز کسایی که فعل است با رنگ سرخ
صحیح شده نه؟ اینقدر رسمی باز خوب نیسته. هسته؟ بس نیه؟